بابک اساقی همکارم از تل آویو همراه ما هست. اگرچه که هشدار داده میشه خیلی هم به اسرائیل هم به ایران از سوی ایالات متحده و سایر کشورها که تنش رو تشدید نکنن، اما همچنان اسرائیل به نظر میرسه که در حالت آماده باش قرار داره که هر لحظه ممکن است که جمهوری اسلامی حملهش رو آغاز بکنه. پاریس، همانطوری که گفتی، با آنکه زندگی عادی در اسرائیل ادامه داره و هیچ دستور جدیدی هم و یا غیر منتظره هم از فرماندهی پشت جبهه نرسیده، اما نگرانی از واکنش جمهوری اسلامی همچنان زیاد هست، هم در بین مردم هم در بین مقامات سیاسی و نظامی، و ارزیابی بر این هستش که بگونه ای این واکنش جمهوری اسلامی به زودی خواهد رسید. اما مقامات کاخ سفید معتقدند که تلاش‌های جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای مهار کردن واکنش جمهوری اسلامی به ترور اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران به ثمر نشسته و جمهوری اسلامی ممکن است که طرح واکنش سخت خودش را در اون تجدید نظر به وجود بیاره. این حداقل چیزی هستش که واشنگتن پست امروز نوشته و در ادامه گفته که برنامه‌های حزب الله با این حال هنوز نامشخص هستش. نباید فراموش بکنیم که حزب الله لبنان هم در پی انتقام و واکنشی سخت به کشته شدن فؤاد شکور، یکی از فرماندهان نظامی و در حقیقت مرد شماره دوی حزب الله هستش. به گفته واشنگتن پست، بایدن گفتگوی غیر مستقیمی را با ایران رهبری کرده که در آن ایالات متحده خواستار خیشتنداری جمهوری اسلامی شده. در مقابل هشدارهای صریحی را حتی با لحنی تند برای نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو فرستاده که شریک خوب و همپیمان خوبی باشه و از گسترش درگیری ها جلوگیری کنه. حمله ایران احتمالاً به دلیل نمایش قدرت آمریکا در منطقه، کشتی‌ها، ناوهای هواپیمابر و همچنین جنگنده‌هایی که بر فراز آسمان منطقه تقریباً هر دقیقه در حال پرواز هستند، پیامی را برای جمهوری اسلامی از این طریق ارسال شده. همچنین پیام‌هایی هم از طریق سفارت سوئیس در تهران و سفارت ایران در سازمان ملل برای جمهوری اسلامی فرستاده شده، به نقل از یک مقام ارشد در دولت رئیس جمهور ایالات متحده جو بایدن که با واشنگتن پست صحبت کرده. جمهوری اسلامی امروز به وضوح درک میکنه که ایالات متحده در دفاع از منافع و متحدانش تردیدی نداره، اما در رابطه با حزب الله لبنان مسئله فرق میکنه و باید دید که حسن نصرالله آیا به تنهایی حاضر به واکنش سخت هست یا خیر. خیلی ممنون از توضیحاتت بابک اسحاقی همکارم از تلویزیون.